به نام خدا، در خدمت شما عزیزان هستیم برای راهنمای جامعه خرید و فروش حواله پژو پارس. انواع مدل های پژو پارس از قبیل پارس سال، پارس تیو 5، پارس تیو 5 و سال ایلیکس و پارس سفارشی. خب در گذشته فقط دو مدل پارس وجود داشت توی بازار، یکی پارس سال بود با موتور 1800 سی سی و یک پارس تیو 5. در حال حاضر در سال 1401 ایران خودرو مدل های دیگه ای از این خودروها معرفی کرده. البته اخباری هم هست که در آینده این نزدیک احتمالاً کلن تولید پژو پارس منتفی بشه و متوقف بشه، ولی خب فکر میکنم که چند سالی با اون قضیه فاصله داشته باشیم. هنوز در حال حاضر ایران خودرو در سال 1401 دو مدل پارس تیو 5 ELX که شامل مانیتور، کروز کنترل و یک سری سنسورها، چهار چرخ دیسکی و رینگ آلومینیومی میشه، یک مدل بود که معرفی کرده. همینو پارس سال ELX رو معرفی کرده، هم با خودروی با همین مشخصات که خدمتتون عرض کردم، فقط موتورش پارس ساله و پارس تیو 5 و پارس سال سفارشی که اون بخش مانیتور و کروز کنترل و اینا رو ندارن، ولی دیگه چرخ ها، رینگ ها به صورت اسپورت آلومینیومیه و چهار چرخ دیسکی هستش. خود خودرو پژو پارس از اواخر دهه 70 وارد کشور شد از شرکت خودروسازی فرانسوی پژو که همتون اطلاعات خوبی به نسبت احساس میکنم در این زمینه دارید و احتیاجی به توضیح اضافه نیستش. از مزایا و معایب این خودرو میشه به حالا استهلاک کم به نسبت قیمتی که داره، فضای کافی برای خانواده ها داره، طوری که ایرانی ها همه یه جوری عاشقشن هستن، و اینکه ظاهرش هم به نسبت تو دل ما ایرانی ها خیلی خوب نشسته این ماشین. واقعا من خودم گاهی وقتا میبینمش و میگم چراغای خوشگلی داره، شاید خوشین هست. قطعا در نظرت خیلی از ما ایرانی ها این ماشین تو دلمون جا گرفته، ولی یه سری معایب داره که واقعا قابل چشم پوشی نیست دیگه. از این به بعد قبلا خوب بوده، ولی الان دیگه با توجه به زمانی فعلی که هستیم نمیشه دیگه ازش گذشت. یکی این که استاندارد ایمنی دیگه پاس نمیکنه، هیچ استاندارد ایمنی خاصی رو پاس نمیکنه خودرویی که مال 30 سال پیشه، ولی ما هنوز داریم استفاده میکنیم ازش. روز به روزم ایران خودرو داره کیفیتش رو میاره پایین تر، مصرف سوخت بالایی داره. این چند تا مورد مورده که نمیشه نادیده گرفتش، به خاطر همین دیر یا زود باید جاشو با یکی بهتر عوض بکنه. ولی خب به هر حال این خودرو هنوزم طرفدارای خودش رو داره و خرید و فروش میشه. به خاطر اختلاف قیمت شدیدی که میان کارخونه و بازار هست، امروز که من دارم باهاتون صحبت میکنم در تاریخ 22 تیر 1401، این خودرو توی بازار مدل تیو 5 370 میلیون تومان قیمت خورده، مدل پارس سالش 316 میلیون تومان قیمت خورده. دیگه این کمترین و ماکسیموم هم پارس تیو 5 ایلیکس که 428 تومان قیمتشه. خب یعنی از 316 تا 428 تومان ما پارس داریم توی بازار، قیمت بازار. قیمت کارخونه هم که از 165 تومان برای پارس سال هست تا 211 تومان برای پارس تیو 5 ایلیکس. خب میبینید که 100 خورده ای اختلاف قیمت داریم حداقل واسه این ماشینا، مثلا واسه تیو 5 ایلیکس ها که 200 میلیون تومان اختلاف قیمته. به خاطر همین خیلی ها در صدد خرید حوالش میفتن به جای ماشینشون، چند ماه بعدش ماشینو تحویل میگیرن، حالا یه سودی هم این وسط میکنن، به نسبت بازار ارزون ترگیرشون میاد. در حال حاضر اگر شما قصد خرید و فروش حواله پارس رو دارید، میتونید با تلفن تماس ما
0936-497-7149 تماس بگیرید. ما در سراسر کشور نماینده داریم و نمایندگان ما هر لحظه که شما آمادگی خرید یا فروش حوالتون رو داشته باشید، هر خودروی اونجا هستن که بتونیم انشاءالله معامله خوبی داشته باشیم. نحوه معامله به این صورته که از 4 بخش اصلی تشکیل شده: یک، قولنامه و قرارداد دستی میان خریدار و فروشنده. 2، یک چک یا سفته بابت تضمین انتقال سند خودرو، چون سند ماشین به نام فروشنده هست، پس فروشنده به خریدار یک چک یا سفته بابت تضمین انتقال سند میده. و بعد از اون که یک وکالتنامه محضری داده میشه از طرف خریدار به فروشنده که بتونه باش بره کارهای خودرو رو در نمایندگی انجام بده، خودرو رو تحویل بگیر و انجام کلیه امور به هر صورت. و یک تعهدنامه محضری، این دیگه واسه محکم کاریه که طرف خریدار تعهد میده که کل مبلغ حواله رو دریافت کرده و مبلغ دیگه ای نمیخواد و همه چی فروخته شده و رفته. در خدمتتون هستیم. اگر موردی هست در بخش نظرات یا تلفن تماس ما میتونید با ما مطرح کنید. ممنونم.